سلام علیکم شاگرد عزیز، به یک دیگر از درس های مضمون بیولوژی تان خوش آمدین. خب شاگرد عزیز، در درس قبلی خود ما و شما درباره بعض از ارگانیل های سایتوپلازمی حرف زدیم. در درس امروز خود ادامه میتیم بقیه ارگانیل های سایتوپلازمی را و همچنان یک ارگانیل دیگر به نام سیلیا و فلاجیل حرف خود زدیم. خب یکی دیگر از ارگانیل های سایتوپلازمی واکیول هست. واکیول در حجرات حیوانی و نباتی ما دیده میتانیم که در حجرات حیوانی کوچک هست ولی در حجرات نباتی بزرگ هست. ارگانیل های فوق العاده حجیم و بزرگ است که قسمت زیاد از سایتوپلازم حجره نباتی را چی کرده؟ فرا گرفته. خب واکیول ها از اندوپلازمیک ریتیکولم، از غشای حجروی، غشای هستوی و اجسام گلجی به وجود می آیند و خود واکیول ها توسط یک غشای احاطه شدن که داخل از او شیره واکیول است. شیره واکیول از چی تشکیل شده؟ از نمک ها، آب و مواد غذایی تشکیل شده. واکیول های حجره نباتی بر علاوه واکیول های حجره نباتی یک نوع مواد ملونه در خود دارند که یا بتا سیانین می باشه و یا آنتی سیانین. بتا سیانین و آنتی سیانین سبب تولید رنگ های مختلف مثل سرخ، بنفش، آبی در گل ها، برگ ها، میوه ها، ریشه نبات ما سبب تشکیل رنگ های متفاوت میشه. واکیول در حجرات دو وظیفه بسیار عمده داره. یکی واکیول های غذایی است که برای هضم مواد غذایی استفاده میشه در حجره، ولی یکی هم واکیول انقباضی است که برای تنظیم آب داخل حجره، دفع مواد اضافی، مواد اطراحی از داخل حجره نقش بسیار عمده داره. خب یکی دیگر از ارگانیل های حجروی پلاستید ها است. پلاستید ها شکل های متفاوت داره، شکل کروی، پیاله مانند، ساختمان های بیضوی، ولی عموما در راستر هستند که زمانی که ما شما زیر میکروسکوپ ببینیم ارگانیل ها را در این ارگانیل ها را در داخل حجرات نباتی دیده میتونیم. حجرات حیوانی و فنجی ها فاقد از این ارگانیل ها هستند، فاقد پلاستید ها هستند. پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی تر به نام پروپلاستید به وجود می آیند و پلاستید ها از نقطه نظر مواد رنگی خود که کدام مواد رنگی را در خود دارند سه نوع هستند. یکی کلوروپلاست است که عموما که رنگ سبز می داشته باشه، یکی کروموپلاست است که رنگ های مختلف مثل زرد و نارنجی را می داشته باشه و یکی هم لیکوپلاست است که بی رنگ می باشه، رنگ خاص نداره و در اثر شعاع و حرارت تمام پلاستید ها یکی به دیگر تبدیل شده می دانند. مثلا زمانی که برگ به شکل نرمال رنگ سبز در خود داره، ولی زمانی که فصل خزان میشه رنگ زرد به خود میگیره، پس تبدیل شدن کلوروپلاست به کروموپلاست به ما نشان میده که تبدیل شدن از این پلاستید های یکی به دیگر در اثر شعاع و حرارت یعنی فاکتورهای خارجی به وجود میاد. خب از جمله پلاستید ها یک نوع از اونها کلوروپلاست است کلوروپلاست رنگ سبز داره و رنگ سبز از او از اثر کلوروفیل است که در پلاستید ها است. وظیفه کلوروپلاست است در فتوسنتز نقش بسیار عمده داره، انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. از نگاه ساختمان خود شکل میتوکاندریا را داره و یک غشای دو طبقه ای داره. خب کلوروپلاست از دو قسمت بسیار عمده تشکیل شده که یکی استروما هست. استروما قسمت تمام همو فضای بین کلوروپلاست ما برش میگیم و گرانا هست. گرانا با هر از این ستون هایی را که ما شما در تصویر میبینیم، هر کدام از این ستون ها ما یک گرانا میگیم که هر گرانا از تشکیل شده از خریده هایی است که به نام تایلوکوید یاد میشه که هر کدام از این خریده مانند ها را ما یک دانه تایلوکوید یاد میکنیم. خب نوع دیگه از پلاستید ها کروموپلاست است. این پلاستید ها فاقد کلوروفیل هستند، کلوروفیل ندارن، رنگ سبز دیده نمیشن، اما رنگ های دیگه مثل زرد، نارنجی، سرخ و مواد کاروتنوید دارن که در میوه ها، گل نباتات، برگ های خزانی، رنگ های مختلف به وجود میارن. و نوع دیگه از پلاستید ها هم لیکوپلاست است که پلاستید های بیرنگ هستند، عموما در حجرات ریشه، ساقه های زیرزمینی دیده میشن، پروتئین ها و نشایسته را در خود ذخیره میکنن مثل کچالو. و پلاستید هایی که نشایسته در خود ذخیره میکنن به نام امیلوپلاست یاد میشن مثل کچالو. لیکوپلاست ها یک نوع انزایم در خود دارن که مولکول های گلوکوز به چی تبدیل میکنن؟ به نشایسته تبدیل میکنن. خب درباره کلوروپلاست انشاءالله باز ما شما در
قسمت فتوسنتز نباتات مفصل میخوانیم. و از جمله ارگانیل های دیگه سایتوپلازم سایتوسکلتون است. سایتوسکلتون قسمی که از نام از پیدا هست مثل اسکلت حجره و عضله حجره وظیفه اجرا میکنه. ساختمان ها و شبکه پروتئینی از در داخل سایتوپلازم که تمام ارگانیل ها را در یک قسمت از سایتوپلازم ثابت و محکم نگه میداره و همچنان سبب ثابت نگه داشتن شکل حجره میشه در حجرات حیوانی و نباتی. در حجره قسمی که قبلا گفتیم به شکل اسکلت و عضله کار میکنه و این سایتوسکلتون ها از سه نوع پروتئین تشکیل شده. یکی مایکروتیوبول ها است، دیگه مایکروفیلامنت ها است و انترمیدیت فیلامنت ها است. خب مایکروتیوبول ها ساختمان های دراز و استوانه ای هستند که در حجرات حیوانی و نباتی دیده میشن. اینا از پروتئین از دو نوع پروتئین ساخته شده هن از دو نوع پروتئین ساخته شدن که در داخل حجرات در سایتوسکلتون وظیفه محکم نگه داشتن حجره را، ثابت نگه داشتن شکل حجره را به دوش دارن، ولی در خارج از حجره مثل دم اسپرم وظیفه حرکت حجره را به عهده دارن. ولی مایکروفیلامنت ها قسمی که قبلا اومده تصویر برتان نشان دادم از دو نوع هستن، یکی مایکروفیلامنت است یکی انترمیدیت فیلامنت است، که هر دوی از اینا تارهای پروتئینی هستن که در حرکت حجره مثل عضله ما و شما کار میکنن. حرکت حجره را مثلا شما حرکت یک آمیب دیده باشین، زمانی که آمیب حرکت میکنه، اگر آمیب و در تحت میکروسکوپ ببینیم، آمیب حرکت میکنه پاهای کاذب تشکیل میده، اما پاهای کاذب در اثر حرکت مایکروفیلامنت ها به وجود میآید و میتونه سایتوپلازم حیوانات و نباتات را به حرکت بیاره، یک قسمتش طویل بسازه، یک قسمتش زخیم بسازه. به این شکل به حرکت حجره نقش بسیار عمده داره و در انقباض اعضای حجرات حیوانی هم سهم میگیرن. خب از جمله ارگانیل های بعدی در حجرات که وظیفه حرکت در حجرات به دوش دارن، سلیا و فلاجل یا به اصطلاح همون مژه و قمچین هستن، که اگر ما شما یک حجره، یک حیوان وحید الحجروی یا موجود وحید الحجروی تحت میکروسکوپ مطالعه کنیم، در ساختمان خارجی از اونها شکل مویک مانند ساختمان هایی را میبینیم که اگر تعداد این مویک ها زیاد و طولشان کم باشه ما برای میگیم سیلیا یا مژه، ولی اگر طولشان زیاد و مقدارشان یا تعدادشان کم باشه ما برای فلاجل یا قمچین میگیم، که در کل تمام فلاجل ها و سیلیا ها وظیفه حرکت در حجره به دوش دارن. خب شاگردان عزیز، این بود از ارگانیل های سایتوپلازمی که ما شما خواندیم. موفق و مهیت باشین.